رگزار سبز قسمت 14 نویسنده لینا روزبه حیدری. سلام بر شما خوبان و عزیزان که شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین. خوشحال هستم که باز هم فرصت فرا رسید تا یک قسمت دیگر از داستان رگزار سبز را پیشکش حضورتان بکنم. آرزوی سعادتمندی و تندرستی تان را دارم. فراموش نکنین چینل خودتان را سابسکرایب کرده دکمه زنگ را هم فشار بدین. اگر داستان هایی دارین میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان ژورنال برای ما بفرستین. ما به خاطر حفظ عریم شخصی عزیزان و شنونده های ما از گرفتن نام اصلی و آدرس اصلی آنها خودداری میکنیم. آغاز این قسمت از داستان. نازو از فرط درد پهلویش نمیتونست از جا برخیزد. پاهایش را در بغل گرفته و بر روی زمین افتاده بود. یک سمت صورت و چشمش از شدت سیلی که دلاور خان به صورتش زده بود داغ آمده و میسوخت، ولی او با چشمای مملو از اشک به حویلی خانه زل زده و هوش و حواسش به سمت بیگم و لال خان بود و درد خود را کاملا فراموش کرده بود. اگر دلاور خان بیگم را در اتاق لال خان میافت، شاید هر دو را جا در جا میکشت. نازو سرش از زمین اندک بلند کرد و خودش به سمت حویلی کشید و محافظین دلاور خان را در حال داخل شدن به اتاق لال خان دید و نفسش در سینه حبس شد. چند دقیقه نگذشته بود که صدای فریاد مرد از اتاق آمد. دلاور خان، بیگم اینجا است. بیگم اینجا با لال خان است. دلاور خان که بر روی چارپایی در زیر درخت نشسته و نفس نفس میزد و صورتش سرخ شده بود، مثل گرگ زخمی از جا برخاست و به سمت اتاق لال خان دوید. نازو با گریه در زیر لب دعا میخواند و از خدا میخواست تا راه بر نجات لال خان و بیگم بیابه. صدای ناله های بیگم از داخل اتاق بلند شد و بعد دلاور خان در حالی که با مشت و لگد بر پشت او میزد، او را از اتاق خارج ساخته و در داخل حویلی خانه افگند و برگشت تا به اتاق بره. بیگم دوان دوان خود را به او رساند و پاهایش محکم گرفت و با ناله و فریاد گفت: دلاور خانه، ز پا خدای قسم کنم که من گناهکار هستم. گناه لال خان نیست. من بر پرستاری او میرفتم. اگر میخوایی کسی را بکشی، مرا بکش. گناه لال خان نیست. ما فقط با هم صحبت میکردیم و من از او پرستاری میکردم. دلاور خان از موهای بیگم گرفت و به صورتش توف آبدار افگند و با لگد محکم بر دستایش خود از قید او رها کرد و با فریاد به مردایش گفت که از اتاق لال خان خارج شوند. بیگم در حالی که شالش از سرش افتاده و موهایش پریشان شده بود، به سمت اتاق لال خان دوید و از دلاور خان سبقت جست و در مقابل دروازه اتاق استاد و با صدای بلند و سهمگینی در حالی که چشم به چشم دلاور خان دوخته بود گفت: دلاور خان، زندگی مادرم در این خانه تباه شد. زندگی خودم در این خانه تباه شد. من نمیگذارم که تو یک آدم بیگناه دیگرم برای غیرت بی‌معنا و پوچت بکشی. من به قدر کافی در این خانه تباه شدم. تو حق نداری که مرا بیشتر از این تباه کنی. دلاور خان که حال خشمش با شنیدنی کلمات ده برابر شده بود، تفنگچه از جیب پیراهنش بیرون کشید و با چشمایی که از حدقه بیرون آمده بود گفت: لعنت به خزینه جنس، تو قدر جرأت که در مقابل ما استادی و به غرور و عزت ما اهانت میکنی، زن بی حیا. و بعد لگن محکم به شکم بیگم زده و از روی او گذشت و داخل اتاق شد. محافظین دلاور خان شانه های بیگم را گرفته و او را کشان کشان به حویلی آورده و در صحن حویلی رها کردند. لال خان بروی چارپایی نشسته بود و سرش پایین افگنده و چیز نمی گفت و با دستایش صورت خود پوشیده بود. صدای گریه و زاری بیگم از حویلی می آمد که با تضرع از دلاور خان می خواست تا کار به لال خان نداشته باشه و اگر می خواهد کسی را بکشه، میتونه او را به جای لال خان بکشه و قضیه را تمام کنه. دلاور خان چند قدم دیگه برداشت و در حالی که فقط چند وجب از لال خان فاصله داشت،
در مقابلش استاد و تفنگچش به سر او نشانه گرفت و با خشم گفت: تو یکی از وفادارترین نوکرای ما بودی. تو از نانی خانه خوردی و کلان شدی و پدرت نوکر پدر ما بود. از تو بعید می دانستم که به خاطر زن مثل بیگم که مادرش یک تن فروش بود پشت پا به عزت و آبروی ما بزنی. تاف به مردانگی تو بی غیرت. لال خان که تا حال خاموش بود و چیزی نمی گفت سرش بلند کرد و در حالی که رد پای عشق در چشمایش مشهود بود بر چشمای دلاور خان خیره شد و گفت: اگر دوست داشتن بیگم بی غیرتی است، ما بی غیرت هستم. اگر حرمت و عزت دادن به یک زن بی غیرتی است، ما از غیرت شما و طایفتان بیزار هستم. دلاور خان، بیگم با تو هیچ تفاوت نداره. مادر بیگم تن فروش نبود. دختر بود که نیم عمر پدر تو را نداشت، ولی پدرت به زور او را به بد گرفت، همان طوری که پدرت مادر خودت نیز از یک خانواده دیگه به بد گرفته بود. اینجا سرزمین مردای است که از مادرای به بد داده شده در دشمنی مردها زاییده میشن، ولی از غیرت لاف میزنن. با زنای ناتوان تجارت میکنن و او را متای حل جنگهای خود میسازن، به بد میگیرن و به بد میتن و او را نشانه غیرت خود میدانن. ولی اگر زن جرأت کرد که مرد را دوست داشته باشه، او را تنفروش و فاحشه میخوانن. اگر مادر بیگم به حساب تو تنفروش بود، خودت هم از بطن یک تنفروش و فاحشه به دنیا آمدی. خودت. دلاور خان که خشمش مثل آتش فشان فوران کرده بود، نگذاشت که صحبتهای لال خان خاتمه یابه و بر لال خان حمله ور شد و با دسته تفنگچه محکم به سرش کوبید و بالگت به جان افتاد. بیگم در میان حویلی نشسته و خاک را با مشت به سرش میریخت و فریاد میکشید و گریه میکرد. نازو کوشش کرد که از جا برخیزه ولی نتانست. او از دور به بیگم نگاه میکرد که یک گوشه پیراهنش از خون تر شده و خاک سر صورتش پوشونیده بود و بروی سنگهای حویلی افتاده و ناله میکرد. صدای فریادهای لال خان از اتاق میامد و مردای دلاور خان نیز در نزدیک دروازه اتاق او استاده و به زمین نگاه میکنن. چند دقیقه گذشت و دلاور خان در حالی که پیراهنش مملو از خون بود از اتاق لال خان خارج شد و به کنار چای آب رفت و یکی از محافظینش به دنبالش دویده و سری دوله آب را از چا کشید و آب را بروی دستاش که از خون سرخ شده بود ریخت. خشم دلاور خان انگار فروکش کرده بود. او خونسا و آرام مصروف شستن صورت و دستاش شد. شیار آب آمیخته با خون از کنار صورت و دستاش به زمین می چکید و به سمت درختای حویلی جاری شد. همگی آرام و وحشت زده بودن. هیچ کس جرأت حرف زدن را در مقابل دلاور خان دو لحظه که به شدت عصبانی بود نداشت. نازو هم هراسان در گوشه خود را گرفته بود. بیگم همچنان آرام آرام می گیرست و زیر لب با خود چیزی می گفت که شنیده نمی شد. مردای دلاور خان بعد از خروج او داخل اتاق شدن و جسد لال خان را که سرش به اثر لگدهای دلاور خان از چند جا شکسته بود در پتوی پیچیده و با خود به حویلی خانه آوردن. دلاور خان خونسرد در کنار چاه آب ایستاد و دستایش که انگار از فرط لط و کوب کردن نازو بیگم و لال خان به درد آمده بود به هم میمالید و با دیدن جسد لال خان به سمت اونا اشاره کرد تا جسد را در عقب یکی از موترا بگذارن. پایان قسمت 14. عزیزان شنونده، جهان سپاس از همراهیتان که این قسمت از داستان ریگزار سبز را با ما بودین و تا آخرین لحظات شنونده بودین. ما یک بار دیگه آدرس برنامه را برای شما خوبان اعلان میکنم. اگر عزیزانی که داستانهایی دارن و میخواین برای ما بفرستن میتونن از طریق ایمیل آدرس افغانستان جورنال@gmail.com
و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستن. وعده ما بر شما ای است تا ما و تیم همکارای ما دوباره داستانها را به شکل صوتی تهیه کرده و پیشکش حضور شما خوبان بکنیم. و می خواهیم بر یک تعداد عزیزان ما خاطر نشان بسازم این که بعضن عزیزای ما پیام میگذارن که چرا داستانهایشان به دست نشر سپرده نشده. در قدم نخست می خواهیم بگویم که همیشه بودن شما کنار ما، پیام هایتان، نظریاتتان و ارسال داستانهای شما بر ما خیلی ها با ارزش است و قابل قدر است. اما باید بگویم که یک تعداد از عزیزای ما داستانهایی را که میفرستن باید حداقل وقت داستان را هم در نظر بگیرن و نظر به داستانهای دیگه که از طریق چینل شما تعقیب میکنین و مدت زمانش میبینین حداقل با مو مدت زمان همخوانی داشته باشه و ما هم بتانیم به دست نشر بسپاریم. تعداد از داستان ها می باشه کمتر از 5 دقیقه یا 4 دقیقه که نظر به پالیسی چینل ما نمیتونیم برای به دست نشر بسپاریم. و یا هم عزیزان را خواهشمند هستیم تا در قسمت جمله بندی و نوشته داستان ها خیلی ها دقت بکنن تا دیگه مخاطبینی که میشنون چیزهایی را بسیار به وجه احسن و خوب از داستان بگیرن و نکات مهم اساسی داستان برشان برسه. در کنار آن هم اگر شما خوبان عزیزان مشکلات در قسمت نوشتن داشتین، همکاران ما در خدمت خواد بود و همیشه کوشش تیم کاری مایی است تا با شما باشیم و در قسمت تهیه و ادیت داستانای شما هم همکاری کنیم. باز هم یک دنیا سپاس از حضورتان، از همراهیتان که همواره کنار ما هستین و تشکر میکنم از هر یکتان. تا داستانهای دیگر، بدرود.